سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی ویدیو امروز میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم در نرم افزار افتر افکت خروجی یا رندر بگیریم. برای انجام این کار ما دو راه داریم. راه اول این که از نرم افزار انکودر استفاده بکنیم که یک نرم افزاری است که شما باید به صورت جداگونه اون رو دانلود بکنیم و چیز حدود 2 گیگ حجم اون هست. راه دوم این که کار اکسپورتتون رو تو خود نرم افزار افتر افکت انجام بدین. اما تفاوت این دو راه با هم دیگه چیه و چرا ما نیاز پیدا میکنیم به نرم افزار انکودر؟ استفاده کردن از این نرم افزار یک سری قابلیت ها و ویژگی های بیشتری رو در اختیار شما میذاره که جلوتر متوجه اونها خواهید شد. من تو یک ویدیو به صورت جداگانه در مورد این نرم افزار، یعنی نرم افزار انکودر صحبت میکنم، اما برای خروجی گرفتن در نرم افزار افتر افکت، زمانی که شما کارتون رو انجام دادین و پروژهتون تموم شد وارد قسمت فایل میشین، گزینه اکسپورت و ات رندر کیو رو میزنین. همونطور که میبینین یک پنجره جدیدی برای ما باز شد. توی قدم بعدی شما باید این گزینه رو انتخاب بکنین که در نهایت یک همچین پنجره برای شما باز میشه. توی قسمت ریسایز شما میتونین تنظیمات مربوط به اندازه کامپوزیتتون رو اینجا ببینین، اونها رو تغییر بدین. توی قسمت کراپ میتونین بالا پایین و چپ راست ویدیوتون رو کراپ بکنین، ببرین. و توی قسمت آیدیو هم میتونین تنظیمات صدا رو تغییر بدین که بهترین رو توی حالت دیفالت قرار بدین. اما توی قسمت فرمت، زمانی که اون رو باز میکنین میبینین فرمت هایی که در اختیار ما گذاشته خیلی محدود هستند و دلیل اصلی که ما به نرم افزار انکودر احتیاج پیدا میکنیم همین هست که فرمت های کامل تری رو در اختیار ما میذاره. بهتره که این رو روی حالت کیوک تایم بذارین و وارد قسمت فرمت آپشن بشین و یکی از این فرمت ها رو برای خودتون انتخاب بکنین. همونطور که میبینیم ما اینجا H264 رو نداریم، یعنی ما کده که MP4 رو اینجا نداریم و نیاز پیدا میکنیم به نرم افزار انکودر. در نهایت اتفاقی که میفته اینه که دکمه اوکی رو میزنیم. در این قسمت ما مکانی که میخواییم پروژمون سیف بشه رو انتخاب میکنیم و گزینه رندر رو انتخاب میکنیم. خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. خوشحال میشم اگر سوالی دارین توی کامنت رو از من بپرسین و ممنونم ازتون.